اینجا رادیو کمپره. سلام به شما کمپر بازا، کمپر دارا و کمپر سازا. خانم لادن خوشنویسان کی هست؟ کجا زندگی میکنه و از کی سفر رو شروع کرده؟ والا من تقریبا بیشتر از 10 ساله که از ایران رفتم، ولی وقتی که ما شروع به سفر کردیم اول کمپر نداشتیم، با یه ماشین معمولی شروع کردیم، ولی یه چادر گرفتیم و یه لوازمات خیلی اولیه، یعنی چیزایی که برای پیکنیک استفاده میشه. توی اروپا یا ایران؟ نه، از ترکیه شروع کردیم. خوب. ما از ترکیه شروع کردیم، شهرهای ترکیه رو یکی یکی میرفتیم میدیدیم با یه امکانات خیلی کم و اولیه، یعنی اصلا هیچ چیز خاصی نداشتیم، پشت ماشین معمولیمون اینا رو میذاشتیم، هر جایی که امکان چادر زدن و کمپ کردن داشت. البته چون قوانین اروپا با ترکیه خیلی فرق میکنه، ما تجربه اروپا با کمپ رو نداشتیم اول و خیلی ساده شروع کردیم. بعد خیلی خوشمون اومد، تصمیم گرفتیم که وقتی من رفتم سوئد این ماشین رو بخریم و با ماشین شروع کنیم. ولی 4 ماه طول کشید تا تحقیق کردیم چه ماشینی بخریم. و توی اون 4 ماه با یه ماشین سواری و چادر و امکاناتی که همراهتون بود سفر میکرد. دقیقاً. خانم لادن، شما توی ایران هم سفر کرده بودین؟ سفر خیلی زیاد، ولی با ماشین معمولی، نه با کمپر. و اون موقع مجرد بودید؟ بله. از زمانی که ازدواج کردید ترکیه تجربه سفر رو پیدا کردید، رفتید سوئد ساکن شدید و اونجا سری رفتید کمپر خریدید. سری هم که نه، 1 سال بعدش. چی خریدید؟ حقیقتش چون که قانونای اروپا، کمپر داشتن تو اروپا خیلی خیلی قوانین خاصی داره، برای همین ما حدود 4 ماه تو یوتیوب از آشناها گوگل سرچ کردیم و کلی تحقیق کردیم تا ببینیم چی بخریم. حالا دلیل این که میگم چی بخریم، کمپرای خیلی قیمت مناسب تر از ماشین ما وجود داشت که امکاناتش هم شاید خیلی بیشتر بود، اما تو اروپا یه محدودیت هایی داشت. به خاطر اون محدودیت های اروپا ما این ماشین رو انتخاب کردیم که از فولکس واگن بخریم و آخرین مدل فولکس واگن بود که کالیفرنیاه، که هم اندازش کوچیکه، هم دستشوی توالت هموم داشته باشه، همین که تو کشتی میخوایم بذاریم، چون میدونید که سوئد راه آبی زیاد داره، بتونیم تو کشتی راحت تر بذاریم و هزینه کمتری بدیم. توی اروپا وقتی هستیم خیلی جاها بتونیم پارک بکنیم و به خاطر خیلی چیزای دیگه ما این ماشین انتخاب کردیم. خب پس قواعد و قوانینی رو بررسی کردید، رسیدید به این خودرو. میتونید بگید اون قواعد چیه؟ یعنی من اگر بخوام توی اروپا یه کمپر داشته باشم، تقریبا اونایی که یادتونه و خیلی مهمه چیه اون قواعد؟ یه چیزی که خیلی مهمه این که شما کمپر داشته باشین تو اروپا، اندازه کمپرتونه. 6 متره. کمپر ما 6 متره. اگه 6 متر و نیم باشه مشکل پارک داریم توی شهر را. تمام خیابان‌های اروپا برای پارک کردن ماشین خطکشی سفید داره. 4 تا چرخ شما باید توی اون اندازه که گذاشتن باید جا بشه. اگه 4 تا چرخ ماشینتون جا نشه، یعنی شما اجازه ندارید اونجا پارک بکنید و اصلا شوخی ندارن، جریمه‌های خیلی سنگینی داره. یعنی شما حتی با کمپرتون معمولی تو خیابون نمیتونید یه جا یهو دلتون خواست پارک بکنید. کمپر باید حتما تو کم سایت بره. حتما باید یعنی کم سایت باشه. طولش 6 متر تا 6 متر میتونه توی شهر هر جایی که پارک وجود داره پارک توقف بکنه. بله. ولی اگر طولش بیشتر باشه باید بره توی کمپ سایت. حالا یه نکته ای، بعضی از ماشینا هستن که ظاهرشون نشون نمیده که اینا کمپر هستن. مثل فولکسی که شما دارید. بله. یعنی از بیرون اگر نگاه بکنیم یه ون هست. من دقت کردم شما مثلا لوازم پیچیده ای هم بیرون بهش اضافه نکردید. اصلا. مثلا کریر موتور داشته باشه، باربند داشته باشه، سایبون داشته باشه و اینا، همون اصالت ون رو نگه می‌داره. آیا این رو هم پرسیدید که فرض کنید من یه ماشین دارم 6 متر طولش کمتره، ولی ظاهرش قشنگ تابلو میگه آقا این ماشین کمپره، آیا به این ماشین ایراد میگیرن باید بره تو کمپ سایت؟ نه اصلا، فقط به اندازه ماشین کار دارن. شما فکر کن ما اگه حتی یه 2 چرخه فقط پشت ماشین اضافه بکنیم، فقط یه 2 چرخه، شاید از بغل که نگاه کنید ارزش 10 سانت هم نشه، یهو کرایه‌ای که تو کشتی باید بدیم 2 برابر باید بدیم. یعنی میگه تا 6 متر انقدر کرایه‌اش، از 6 متر بیشتر یه دفعه تعرفه فرق میکنه. به خاطر همین کسایی که کمپر دارن مثل ما، وقتی میخوان وارد کشتی بشن دوچرخه‌هاشون از پشت باز میکنن، با چه زحمتی میبرن داخل کمپر میذارن که وقتی میخوان ورود به کشتی بکنن کرایه خیلی زیادتری ندن.
چه نکته جالب. پس مهمترین فاکتوری که توی تحقیق بهش رسیدید طول کمپر هست. اندازش. دیگه اندازه در واقع. دیگه چه چیزی؟ آیا وزن هم مهمه؟ وزن خیلی مهمه. شما فکر کنید 3.5 تن قانون اروپاست. یعنی کمپر شما اگر با خودتون و تمام لوازمی که توش هست و اصلا وزن کلی ماشین نباید 3.5 تن بیشتر باشه و کشورهایی مثل اتریش و سوئیس به این موضوع خیلی حساس هستن. یعنی جلوی شما رو میگیرن و ماشین رو وزن میکنن و جریمه‌های خیلی سنگینی داره. کسایی که از ایران میان چون خودشون کمپر رو درست کردن از وسایل متریال سنگینی استفاده کردن. مثلا شما ببینید الان با چوب داخل ماشینتون رو کار کردین، خب چوب خیلی وزن زیادی داره، یا یخچالتون سنگینه، شما کل ماشینتون نباید بیشتر از 3.5 تن باشه، یعنی با تمام لوازمی که توش هست. اون موقع هم گواهی نامتون فرق میکنه دیگه، باید پایه یک باشه، اصلا شما اصلا دیگه نمیتونید از گواهی نامه معمولی استفاده کنید، و اینکه جریمه های خیلی سنگینی باید بدین. خب اگر ماشین وزنش 3.5 تن باشه، من تو جاده که میام یه جا باید تو کمپسایت توقف بکنم بعد بتونم بیام اروپا گردی بکنم، یا اصلا اجازه ورود به اون جاده رو نمیدن؟ اصلا اجازه ورود تو اتوبان‌ها هم حتی ندارید 3.5 تن بیشتر، اصلا اجازه ندارید تردد بکنید حالا هر جا. پس این تریلیا ماشینای باری خودشون اینا چیکار میکنن؟ اونا باید گواهی نامه بالای یعنی پایه یک باید داشته باشن، که چون شماها با گواهی نامه معمولی میخواین برین نباید 3.5 تن بیشتر باشه. یکی به خاطر گواهی نامه است، یکی اینم که دیگه اصلا قانون اونا فرق میکنه، اونا اجازه دارن وقتی پای یک دارن اون موقع اون عوارض و مالیاتی هم که میدن بر اساس وزن ماشینشونه، ولی شما اون عوارضی که میدید یا مالیاتی که میدید برای ماشین 3.5 تن همونقدر اجازه دارید استفاده کنید. خب پس شد وزن و اندازه، اینا مهمن برای تهیه کمپر در اروپا. چون من بعضی از کامنت ها رو می دیدم این بود که ما اگر می خواهیم اروپا رو شروع کنیم بریم بگردیم، از ایران با خودمون کمپر ببریم یا در واقع کمپر بریم اونجا اجاره بکنیم و سفر رو شروع بکنیم. ببینید اجاره کمپر تو اروپا برای ایرانی ها به نظر من خیلی گرون میفته، چون می خوان به تومن تبدیل بکنن. حد اقلش برای یک هفته یه چیزی مثلا مثل ماشین ما رو باید به پول ایران تبدیل میکنین، حدود 50 میلیون تومان باید اجاره باید بدن، حالا مضاف به این که هزینه های دیگه هم داره. ولی خب از ایران بردنم باز یه سری معایب و مزایا داره، چون که میدونید تو اروپا به داخل ماشین اصلا کاری ندارن، یعنی پلیس جلوی شما رو بگیره شما یه ون داشته باشید خودتون درست کردید، یه از هر مدل ماشینی خودتون داخلش رو کمپر کردید، پلیس به اون کاری نداره اصلا. شما گواهی نامتون رو چک میکنه، وزن ماشینتون رو چک میکنه، این چیزا براش مهمه. این که شما داخلش رو چیکار کردید اصلا مگر اینکه زمانی این اتفاق میفته که این خیلی موضوع مهمیه، شما به کسی آسیب بزنید یا تصادف شدید بکنید، اون موقع پلیس انگشت میذاره روی جزئیات ماشین شما، که در واقع استاندارد هست. استاندارد، آره. اون موقع است که شما به مشکل میخورید، ولی در حالت عادی نه، هیچ کاری نداره. تا زمانی که آسیبی به کسی نرسوندین، یعنی وارد هر کشوری هم میخواین بشین مشکل نداره. اینجا رادیو کمپره. میدونید که شانس هم مطرحه، یعنی شما در واقع میرید یه جاده‌ای که از نظر قانونی ایراد داره، ولی شانستون میگیره که هیچ اتفاق براتون نمیفته. دقیقاً. درسته. حالا اون مواردی که یادداشت کردید و مهمه رو یکی یکی بگید. ببینید ما خودمونم حتی خیلی به این موضوع آگاهی نداشتیم. از همسرم میدونستا، ولی خب دیگه واقعا این که میگن شانس آوردیم. شما توی خیابون اگه ونتون و کمپرتون رو پارک بکنید اجازه ندارید بخوابید تو ماشین. یه دلیلش به خاطر اینه که میگه شاید شما پارک باشین تو خواب باشین یه ماشینی بیاد به شما بزنه. به خاطر سلامت و امنیت آدم ها این قانون رو گذاشتن بیشتر. ولی خب ما چون ماشینمون خیلی کوچیکه و ظاهرش غلط انداز نیست و مثل ونای کاری میمونه، خب ما میخوابیدیم. ما خیلی جاها کنار خیابون پارک میکردیم و توش میخوابیدیم و پلیس هم کارمون نداشت، خب شانس میآوردیم. ولی اگه قیافه ماشینمون مثل کمپر بود احتمال داشت پلیس کنار خیابون پارک کنیم و بیاد در بزنه، و باید تو کم سایت تو ماشینت میتونی بخوابی ولی تو کم سایت باید بری بخوابی. ما هم در واقع توی ایران یه مدل دیگه این تجربه رو داریم، البته متفاوته. اونم اینه که وقتی یه ماشین رو کمپر میکنیم مخصوصا کامیونت رو
پنجره‌هاش رو میایم با یه چیزایی میپوشونیم تو سفر اونا رو ور میداریم، ولی وقتی مشخص نشه این ماشین کمپره که حس باری داشته باشه بتونیم معاینه فنی بگیریم. آقای وفایی 1396 گفته که مدل ماشین، سال ساخت ماشین هم مهمه توی اروپا، باهاش در واقع اروپا گردی بخوای بکنی تا یه سن و سالی داره. ببینید به محیط زیست خیلی اروپا اهمیت میده، به سوخت ماشین شما. اگه ماشینتون نو باشه، همین تا 2 سال باشه، که مثل ماشین ما نیازی به اون معاینه فنی نداریم. ولی شما یکی از آیتمایی که خیلی مهمه میخواین وارد اروپا بشید، همون معاینه فنی تونه باید بر اساس استاندارد اروپا باشه. یعنی به داخل ماشین شما هیچ کاری ندارن، ولی اون بیمه باید بیمه مربوط به اروپا باشه. شما این کارو از ایران میتونید انجام بدید. درسته. البته من تجربه خودمو بگم، من اروپا نرفتم، در حسرت اینم که برم اروپا و امیدوارم که این اتفاق بیفته، ولی نکاتی که ایشون گفت احتمالاً ماشین من شاملش نمیشه، البته توی شهر منظورشون بله و کم سایت و اینا رو میتونم برم. ولی مثلا من ارمنستان که رفتم، اونجا در واقع به محض اینکه وارد خاکش شدیم باید در بیمه اونجا رو می‌خریدیم، یه در واقع قرارداد بیمه بود، حالا یه ماه سه ماهی آدم نیست، سه ماه است. آره، یه مبلغی رو می‌دادیم و با اون بیمه، و خیلی هم ما رو می‌ترسوندن، می‌گفتن که اگر بدون بیمه شما توی اون کشور سفر بکنید، خدای نکرده اتفاقی بیفته یا حتی پلیس مدارک شما رو بخواد چک کنه بیمه داخلش نباشه، جریمه میشید. اروپا خیلی سخت میگیره رو بیمه، یعنی اصلا شما رو راه نمیده اصلا اگر بیمه نداشته باشید. شما وارد اروپا میخواید بشید، یکی از چیزایی که چک میکنه غیر از معاینه فنیتون بیمه 3 ماهه ماشینتونه، که ما با اینکه ماشینمونم نو بود و بیمه داشت، ولی برای خارج از اروپا، یعنی بله، وارد ترکیه ما میخواستیم بشیم، حالا برعکسش، ما باید این بیمه 3 ماهه رو داشتیم و بیمه کردیم. قیصر سربازی گفته که این قوانینی که شما دارید میگید برای موتورهوم و ون و کمپره، آیا کاروان هم مشمول همین قوانینه یا اون فرق میکنه؟ من چون خودمون کاروان نداریم، اطلاعات دقیقی از کاروان ندارم، نمیتونم بهشون بدم. متشکرم. و این حداقل اون نکته که ایشون تجربه کرده میگه که اندازه ماشین، طول ماشین 6 متر نباید باشه. قطعا شما وقتی یک کاروان تریلر رو برمی دارید میتونید باشه، نه میتونه بیشتر از سال، ولی برای موندن تو شهر نمیتونید هر جای پارک بکنید. فکر کنم جوابشون رو دادید با همین قاعده که گفتید. شما نکاتی که میخواستید بگید و گفتید، چون من میخوام اول نکات که نه یکی از چیزایی که مثلا خیلی مهمه الان توی اتریش و توی سوئیس مخصوصا، اینو خیلی به خاطر فقط محیط زیست و آلودگی هوا اومدن سرعت ماشین رو تو اتوبانا از 100 تا به 90 تا رسوندن، به خاطر فقط سوخته ها، و شما به اون سرعت ها باید خیلی توجه کنید، چون که خب جریمه های توی اروپا خیلی سنگینه. ببینید ما با این که خیلی تحقیق کرده بودیم و وارد هر کشوری که میخواستیم بشیم و حتی هر شهری از اون کشور، کلی قوانین اونجا رو میخوندیم و مسعود باور کنید شاید بعضی وقتا تا 4 ساعت 5 ساعت وقت میذاشت که فقط ما قوانین رو بدونیم بعد وارد اون شهر بشیم، چون خیلی مهمه. یه زونایی دارن مثل پاریس، ما پاریس اصلا ماشین رو حتی داخل پاریس نمیتونستیم ما هم ببریم، یعنی با اینکه ون ما 6 متر بود ما داخل پاریس نتونستیم بریم. اینا یه زونی مشخص کردن که ماشین سواری فقط میتونه تو اون زون وارد شه، یعنی حتی ماشین 6 متری ما هم نمیتونست. با همه اینایی که خیلی استاندارد رو رعایت کردیم، یکی یکی جریمه ها داره برامون میاد الان بعد از چند ماه. اولیش تو آمستردامه که 70 یورو برامون جریمه اومده که یه جای پارک کردیم، شاید برای یه مدت خیلی کوتاهی الان جریمهش اومده. یکی دیگه شهر جنوا ایتالیا بوده که الان 700 کرون، 2000 کرون که 200 یورو میشه، 200 یورو الان اونجا برامون جریمه اومده. نگو که اونجا توی زونی بوده که ما وارد اون زون شدیم، و برای ایرانیان فکرم خیلی سخت دونستن تمام این قوانین. ما با اینکه فکر میکردیم میدونیم، تا الان 270 یورو برامون جریمه اومده. یعنی با اینکه مطالعه کردن، تحقیق کردن و راه افتادن توی جاده و توی شهرهای اروپا گشتن، باز با تمام این تازه ماشین ما کوچیک بوده، تازه ماشینشون هم یه ون هست، یه فلکس تی 6 اگر اشتباه نکنم، 6 نمیدونم آخرین مدلش، من یادمه آره. که توی برنامه فولکس واگن که همه چیز درباره گرند کالیفرنیا اصلا بله. بزنن گرند کالیفرنیا آره. همه مشخصه. اون برنامه رو اگر ببینید تقریبا ما کامل و جامع درباره فولکس صحبت کردیم، و اگر هم سوالی داشتید میتونید اونجا با
مهمانی که گفتگو کردیم برید مسئله رو باش بررسی بکنید. مسئله خیلی مهمتر که من یادداشت کردم بگم، شما فکر کنید دارید با همسرتون با دوستتون میرید و دوتاتون هم گواهی نامه دارید و گواهی نامه هاتون هم بین المللی کردین، شما نمیتونید جاتون رو عوض بکنید. چرا باید برای نفر دومم بیمه پول اضافه پرداخت بکنید؟ یعنی به صرف اینکه ماشین مثلا، خب شما گواهی نامه دارید و حالا همسرتون هست یا حالا نزدیکتون کس نزدیکتونه، باید برای اون نفر دوم شما هزینه بیمه اکسترا پرداخت بکنید تا اونم بتونه رانندگی بکنه. حالا من نمیدونم تو ایرانم یه همچین قانونی هست یا نه. والا ما معمولا داریم قوانین اون ور رو میایم این ور آپدیت میکنیم. مثلا من الان میدونم که خودرو هنوز اجرای قطعی نیست، ولی صحبتش هستش که حتی همین خودروی سواری باید یعنی افراد درجه یک اون صاحب ماشین، مثلا اگر من صاحب ماشین هستم همسرم و بچه هام رانندگی بکنن و کسی غیر باشه، ظاهرا اگر اتفاقی بیفته بیمه داره میره به این سمت که از زیر بار شونه خالی کنه. حتما بچه های ایران میدونن که هزینه سوخت تو اروپا خیلی گرونه، مخصوصا کسایی که پول ایران رو میخوان بیارن چنج بکنن. ماشین هایی که با وزن سنگین هست مصرف سوختشون به شدت بالاست و این خیلی هزینه سنگینی براشون داره. اینو بدونن، الان آلمان ارزون ترین بنزینو داره که دیگه 1.7 و تا 1.8 شده، بستگی داره شما کدوم شهرش بزنین. توی سوئد و دانمارک و کشورهای دیگه غیر از آلمان که بالای 2 یورو شده الان دیزل و بنزین. خب این خیلی مسئله مهمیه. من این چیزی که یادم رفت گفتید چرا این ماشین انتخاب کردید، یه دلیل خیلی بیشترش هم مصرف سوختش بود. تمام کمپرهایی که ما میدیدیم خیلی هم ماشین ما بزرگتر، شیکتر، جادارتر و ارزونتر از ماشین ما، ولی مصرف سوختشون بین 11 تا 17 و ماشین ما دیزله، ولی ماشین ما مصرف سوختش بین 7 تا 10 و نهایت 11 و این خیلی مهمه. یعنی ما یکی از بیشترین هزینه‌های سفرمون مصرف سوخت بوده. شما فکر کن مثلا اگه مصرف سوخت ما دو برابر میشد هزینه های ما دو برابر میشد. خب دیگه چه نکته‌ای هستش که نوشتید؟ یکی در مورد لاستیکه. شما حتما باید بدونید تو کشور اروپایی به لاستیکتون خیلی اهمیت میدن. اونجا ماشینا لاستیکاشون دو فصله، یعنی زمستونی و تابستونی هستش. یعنی شما اگر یه وقت تو فصل زمستون میخواید مسافرت کنید به کشور اروپایی، حتما رو لاستیکاتون خیلی باید دقت داشته باشین، چون پلیس رو اینا خیلی حساسه. هم لاستیکتون باید زمستونی باشه و بعضی از کشورها مثل حالا همین سوئد که خیلی برف و اینا میاد، یه جایی که خیلی سرد سیره، شما باید علاوه بر اون حتما زنجیر چرخ هم همراهتون باشه. یعنی هم لاستیکتون باید زمستونی باشه، هم زنجیر چرخ باید همراهتون باشه. من حرفای لادن خانومو که دارم گوش میکنم احساس میکنم چقدر با اروپا فاصله داره. نه میشه، 100 سال اول سخته بعد درست میشه. خب برای همین ما 4 ماه تحقیق میکردیم تا یه ماشینی بخریم که خیلی درگیر بعضی از قوانین نشیم. ببینید بیشتر اروپایی ها وقتی بازنشسته میشن میرن کمپر میگیرن، بیشتر نمیگم همشون ها، بیشترشون. تو اروپا خیلی رسمه کمپر داشتن، ولی وقتی که بازنشست میشن خب میرن یه جا لند میکنن، میخوان واقعا آرامش داشته باشن، واقعا میخوان استراحت بکنن. ماشینشون رو میگیرن میرن یه ذره میچرخن، بعد یهو میبینی مثلا هفته ها یه جا لند کردن توی کم سایتی. برای همین ماشینای بزرگ و خیلی هم با امکانات عالی میگیرن، ولی ما چون میخواستیم که همش از این شهر به اون شهر بریم، این خیلی برامون مهم بود که ماشینی داشته باشیم که هر جا دلمون میخواد تو هر شهری بریم و بچرخیم، مثل ماشین معمولی باشه. بله، نکته بعدی من اینا خیلی بعد یکم که قوانین تو اروپا مرتب داره عوض میشه، یعنی به حرفای من اصلا بسنده نکنن. هر کشوری که میخوان برن باید برن قوانین بروزش رو حتما توی گوگل سرچ کنن و خودشون دوباره این قوانین رو مطالعه کنن، چون که مرتب قوانین داره عوض میشه و اروپا خیلی سخت میگیره. و ما امیدواریم که ایرانی هایی که در واقع مقیم اروپا هستن به مجلسشون، به سناشون، به هر در واقع جایگاه قانونگذاری که هست وارد بشن، یه خورده توجه بکنن، قوانین رو ساده کنن. برای اینکه محیط زیست براشون خیلی مهمه. یه سری چیزایی دارن که شاید تو ایران اونقدر بهش اهمیت ندن. من فکر میکنم این چیزایی که چون الان ببینید قوانین مثلا مال ما یورو 5 و یورو 6 داره،
استانداردش، ولی اکثر ماشینایی که از ایران میاد شاید یورو 2 بله یورو 2 هستن، استانداردش خیلی پایینه، ماشینای مدل پایین بله. است. خب ما توی ایران در واقع مثل اروپا کمپانیای تولید کمپر و کاروان دقیقاً. نداریم که بله درسته. و همه عزیزانی که در واقع کمپر ساز هستن عاشق این کار بودن، خودشون سفر میکردن و توی سفر متوجه این نیاز شدن که خیلی ها دوست دارن کمپر داشته باشن، سنشون بالاست، نمیتونن، فرصت ندارن، ورود کردن به بحث کمپرسازی. و امیدواریم که این برنامه ها منتشر بشه، توسط شما منعکس بشه، به دیگران معرفی بشه و فرهنگ سازی بشه و دیگران این نیاز واقعی بخشی از جامعه رو بهش توجه بکنن. چرا اینقدر کمپرای داغون از اروپا و در واقع کشورهای دیگه وارد ایران میشن؟ شما شاید ظاهرای اون ماشینا رو ببینید که داغون هستن، ولی حتما معاینه فنی گرفتن، معاینه فنی رو دارن، یعنی اون قسمت مکانیکی ماشینشون سالمه. ولی میگم شاید ظاهر مدلش خیلی مدل پایین باشه، شاید خیلی داخلش داغون باشه، ولی بحث محیط زیستش احتمال زیاد، چون اگر اینجوری نباشه اصلا بیمه نمیتونن بگیرن، معاینه فنی نمیتونن بگیرن. خب. اینجاست که میگن به ظاهر آدم ها قضاوت نکنید. این بحث ظاهر آدم ها قضاوت نکنید به خدا تو شبکه های اجتماعی بیداد میکنه. یعنی مثلا عکس پروفایل منو میبینن، عکس پروفایل ایشونو میبینن، اطلاعات سفر رو میبینن، قشنگ تو ذهنشون میبندن، میرن تا ته و برای خودشون در واقع نتیجه گیری هم میکنن. لطفا قضاوت نکنیم. حالا این قضاوتی که میگی ببخشید من یه پرانتز باز کنم، خیلی ها میان توی کامنت ها به من تو دایرکت ها به من کامنت میدن که خوش به حالتون، شما خیلی آدم های پولداری هستین، میرید همش سفر، حالا یه کمکی هم به ما بکنید. من ببخشید وسط این یه پرانتزی واقعا وا کردم، به خدا اینجوری نیست، ما اصلا آدم های پولداری نیستیم، فقط به شدت کار میکنیم و همسر من البته بیشتر، یه پسنداز خیلی معمولی میکنیم و اینکه از متریال زندگی توی سوئد واقعا گذشتیم، ما هی مبلمون عوض نمیکنیم، خونمون عوض نمیکنیم، ما ماشین شخصی دیگه نداریم که هزینه های اضافه بدیم، داشتیم یه ولوو داشتیم فروختیم به خاطر اینکه پول بیمه جدا، پارکینگ جدا و مالیات عوارض نخواهیم بدیم، ما هزینه هامون رو خیلی کم کردیم تا بتونیم یه پولی پسنداز بکنیم و برای اون 3 ماه سفرمون بذاریم. توی ایران هم واقعا همینه. توی در واقع یکی از این پست هایی که من گذاشته بودم قیمت کمپر در ایران، بعضیا صحبت میکردن، سوال من این بود که شما درآمدتون از کجاست و چجوری سفر میکنید. جالبه لادن خانم که ساکن اروپا است همین مدل تفکر داره که من ایرانی که دارم با کمپرم سفر میکنم، ذخیره میکنم، یه سری چیزا رو نمیخرم، همه اون پولو میذارم برای سفر رفتن. اگر دوست دارید، چون در مورد این موضوع صحبت کردید، امیر علوی پرسیده که شغلشون رو بپرسید، دوست دارید توضیح بدید؟ خیلی وارد جزئیات نمیخوام بشم، فقط بگم که مسعود کار شماها میگید دائم، حالا ما اونجا میگیم فست، و خیلی امتیازا براش داشت، ولی فقط به خاطر همین که رها باشیم و هر وقت دلمون خواست سفر بریم، فکر کنید کار دائمشو پس داد و کار قراردادی تو بیمارستان گرفت که بتونه هر وقت دلش خواست نره سر کار. ما دیگه به خاطر اینکه محسود کار قراردادی داره و کار دائم نداره، وامای سنگین نمیتونه بگیره، کریدیت کارتش استفاده کنه، مثل خرید خونه یا وامای خیلی سنگین که تو اروپا به کسایی که کار دائم دارن میدن. ما اصلا نیازی نداریم که بخوایم خونه بزرگتر، دوباره یه ماشین دیگه ای و خیلی خرجای اضافه داشته باشیم، اصلا دیگه برامونم مهم نبود. برای همین رها بودن رو انتخاب کردیم. در واقع یه جور زندگی کارمندی دارید که پارت تایم یا دقیقا. قراردادی باشون بله، کار. بله. رادیو کمپر. این زوج عزیز هیچ خونه ای برای برگشت ندارن. رانندگیش چطوره؟ مدام میگم نکنه گیر کنه. در مورد بیمش بگو، سالی چقدر پول بیمه باید بدی؟ اولین جملهش این بود که میدونه اولین پلیس راهی که بریم میگیرم و میخوابونم. انسی خانم، چی شد که این فیات دوکاتو رو انتخاب کردید؟ واقعا قطعاتی سخت گیر میاد. با گازوئیل ایران این ماشین مشکل داره. پیشنهادتون اینه که خودمون تجهیز کنیم یا بدیم تجهیز کنیم؟ چی فکر میکنی، شیمی درمانی جواب داد یا سفر؟ الان قیمتش حدوداً چنده؟ آرام 1259 گفته وقتی شینگن کشوری رو داریم سفر هوایی، اول باید به اون کشور وارد بشیم تو سفر هوایی. حالا بحث زمینی چجوری؟ یعنی مثلا من دوست دارم بیام مثلا سوئد رو ببینم،
آیا این مسیرهایی که بین سر راه هم است اونا رو باید چیکار بکنم؟ شما خیلی سوال خوبی پرسیدین. من خودم هم روی این موضوع تحقیق جزئی کردم. شما به خاطر اینکه بیشتر کسایی که با کمپر میان از ترکیه وارد مرز اروپا میشن، یعنی اکثرا اینجوری از ترکیه میان و میخوان وارد یونان. یونان حوزه شینگنه. شما بلغار حوزه شینگن حوزه برای اروپا هست ولی حوزه شینگن نیست. یعنی شما وقتی وارد بلغار میشید یه ویزای بلغار رو لازمه بگیرید ولی حوزه شینگن نیستش. بعد از بلغار که وارد مثلا مجار، لهستان اینا میخواییم بشین، اونا حوزه شینگن هستن. حالا اگه از هر کدوم که انتخاب میکنید، شما مثلا یونان رو میخواییم وارد چین، شما باید ویزای یونان رو داشته باشید. یونان اصلا کار نداره که شما ویزای سوئد رو دارید، میگه تو وارد کشور من داری میشی. بحث هوایی هم اینجوریه، یعنی شما ویزای هر کشوری رو میگیرین، ورودتون باید به اون کشور باشه، ولی بعد از اون هر کشوری تو اروپا خواستید میتونید برید. باز یه نکته رو بگم، یکی از دوستان در واقع با کمپرش رفته بود، همین نکته لادن خانم که میخواسته عبوری رد بشه از کشوری، گفته که تو مثلا ویزای فلان کشور رو داری و من اجازه نمیدم تو در واقع تردد داشته باشی. شانس هم همراهش بوده، یعنی حالا اون افسر بازرسی مدارک مثلا بهش گفته تو 24 ساعت وقت داری که از خاک کشور من عبور بکنی تا برسی به کشوری که ویزاشو داری. شور خوشنویسی گفته که مگه کمپر قانونم داره؟ فکر میکنم حداقل 15-16% شده، تا 20% ما گفتیم وارد جزئیات بشیم. اصلا خیلی چیزا هست که من هنوز خودم نمیدونم. آره. مقایم گفته اگه بخوایم با کمپر اروپا رو بگردیم، کمپر رو ایران بخریم یا همون اروپا؟ که جواب دادن اونجا گرونتر هست با پول ما، ولی خب شرایطش هم شرایط خاصیه در واقع کمپرهایی که ما داریم. من ببخشید وسط حرفتون، بچه‌هایی که میخوان این تجربه رو بکنن، من یه پیشنهادی بهشون دارم. این تجربه خود منه ها، ولی شاید کسی دیگه تجربه دیگه داشته باشه. بچه بیاید از ترکیه شروع کنید. ترکیه یک کشوریه که خیلی کشور قشنگیه و شهرهای بسیار قشنگ و زیبایی داره. جاده هاش انقدر قشنگه که ما خودمون ترکیه گردی کردیم، یه مقداری از ترکیه رو گشتیم. حتی میتونید کمپر اصلا از ایران نیارید، چون تو ترکیه با شرایط خیلی مناسبتر میتونید اجاره کنید. بیاید ترکیه کمپر اجاره کنید و یه سفری رو تجربه کنید، بعد برای اروپا تصمیم بگیرید. اصلا شاید خوشتون نیاد، اصلا شاید خسته بشید از زیاد گشتن با ماشین، ولی این آلترناتیو ترکیه برای ما ایرانی ها خیلی آلترناتیو خوبیه. حالا یه نکته ای را من اضافه بکنم، اگر در واقع دغدغه کمپر دارید و دارید کمپر تهیه میکنید که سفر اروپایی برید، من یه پله میام عقب‌تر، میگم کشور خودمون رو سفر بکنید. این که خیلی بهتره، یعنی تجربه سفر، چالش‌های سفر رو تمرین بکنید. اینجا برای شما هزینه نداره و نکته درستی گفتن، بعد میتونید به کشورهای در واقع اروپایی نزدیک به خودمون. من اگر اشتباه نکنم آذربایجان عرض کنم که همین ترکیه بخش اروپایی داره، خیلی از گرجستان بخش اروپایی داره دقیقا. و در واقع سیر نظر اروپا و اینها در واقع مشارکت ویزا هم لازم نداره. بله. مشکلات ویزا هم نیست. اینا رو میشه تمرین کرد و بعد خودمون رو بندازیم تو دل 50 تا کشور هست تا در واقع قاره اروپا. برای جلوگیری از سرقت وسایل چیکار میشه کرد؟ منم اینو اضافه میکنم که امنیت سفر توی اروپا چجوریه؟ به شانس اعتقادی دارید؟ حتما همینطوره، واقعا شانسیه. شما فکر کنید مثلا کشور ایتالیا رو به ما خیلی گفته بودن که مخصوصا شهر فلورانسش دزدی زیاده. ما دوست ما که کمپر داره و از سوئد زندگی میکنن، شاید این مصاحبه رو الان گوش بدن، ماشینشون مثل ما جدیدترین مدل فلکس بود ولی مدل اوشیان. اینا برای 2 ساعت فقط ماشینشون رو توی پارکینگ یه فروشگاهی یعنی مرکز شهر گذاشته بودن، در ماشین رو به راحتی باز کرده بودن و کلیه لوازم ماشینشون رو برده بودن. منتها خب سوئد بیمه خیلی خوبی داره، تا تومن آخر خسارتشون رو گرفتن. خب ولی تو همون شهر فلورانس من اینو نگفته بودم و استوری نکرده بودم، چون مسعود واقعا میگفت اگه مخاطبا اینو بفهمن میگن مگه داری مثلا یه همچین چیزی که انقدر آدم بی حواس باشه. ما دره کلن در بزرگ ماشینمون کشویی دیگه یادمون رفته بود ببندیم. ما از 3 بعد از ظهر تا 10 شب توی شهر فلورانس میچرخیدیم و ماشین ما کنار خیابون پارک بود، خیابونی که پیاده رو کنارش بود و آدما مرتب رد میشدن. ولی به قدری این موضوع عجیب بود که در ماشین تا آخر بازه فکر کنم هیچ کس باور نمیکرد تو ماشین کسی نیستش.
من تمام لوازم شخصیم، حتی طلا، دوربین حرفه‌ای، همه چی تو ماشین بود، هیچی دست نخورده بود. و میگم یعنی همه اینو واقعا شانسیه، دزد همه جا هستش و واقعا نمیشه اینو بگی که دقیقاً چون تو اروپاست پس امنیت 100% هست. توی فرانسه هم که میدونید تو پاریس 3000 یوروی ما رو زدن از تو کوله پشتی مسعود، یعنی دزدیدن. برای همین قطعا نمیشه گفتش که اینجا دزد نیست، اونجا دزد هست. وحید تریپ گفته که در مورد پاس و ویزا بپرسید، پاسپورت و ویزا. خب این مربوط به ما میشه که پاسپورتمون باید اعتبار داشته باشه و ویزا رو هم من پرسیدم، حالا اگر اشتباه میگم لادن خانم اصلاح کنن. شما در واقع تهران یا هر شهری که هستید، در واقع توی ایران فعلا واقع، باید به اون سفارت کشوری که میخواید سفر بکنید برید اقدام بکنید، هدفتون از سفر رو بگید، ویزاتون رو بگیرید و بعد حرکت کنید برید. بعضیا هستن من شنیدم که همینطور پا میشن میرن پشت در، واقعا میرن سر خاک یه کشوری وای میستن، میگن حالا یا گرفتیم یا نگرفتیم، و اون شانسی که شما گفتید بعضیا میگیرن، یا مثلا در موقعیت های خاص این اتفاق میفته، مثلا جام جهانی که توی روسیه برگزار شد خیلی راحت تونستن ویزا بگیرن. برای ایرانیا بهترین آلترناتیو کشور یونانه. اگه بتونن ویزای یونان رو بتونید بگیرید، که فکر نمیکنم خیلی یونان سخت باشه، شما در واقع وارد حوزه شنگن شدین دیگه، هر کشوری تو اروپا دلتون خواست میتونید برید. من یه نکته اینجا بگم، اونم اینه که خواهش میکنم اگر میخواید سفر بکنید، تنبلی تحقیق و مطالعه و جستجو رو بذارید کنار. برای رفتن به سفر تو مقصد هر چی بیشتر انرژی بذارید، جستجو بکنید، مطالعه بکنید، گفتگو بکنید، سفر براتون جذابتر و ارزونتر تموم میشه. دقیقاً. معمولاً ما وقتی وارد یه خاکی میشیم، از اون خاک میخوایم وارد کشور دیگه بشیم، همون ورودی کار قانونی و اداریمون رو انجام میدیم دیگه. یعنی اینجوری نیست که بگن آقا برو تو مرکز شهر مثلا یه کاری رو انجام بده برگرد. درسته؟ یعنی چه کاری رو برن؟ مثلا چه میدونم مدارک رو میخوان استعلام بگیرن، بیمه بخوای بشی، هر اتفاقی رو که مطابق با قوانین اون از ایران باشه. وقتی میخوای خارج مثلا بشی، فرض کنید از ترکیه میخوام حالا عبور کنم برم یونان مثلا. از یونان حالا میخوام برم کشور بعدی و بعد برم کشور بعدی، همون لب مرز معمولا همه کارهای اداری انجام میشه یک باره فقط لب مرز همین. آها. مگر اینکه میگم اتفاق خاصی بیفته برای ماشینتون توی کشوری که اون موقع مدارک رو دوباره چک میکنه. اینجا رادیو کمپره. آیا در فضاهای روستایی یا غیر مسکونی هم اجازه نیست که کمپر یا چادر استفاده بکنی؟ اروپا اجازه نمیده. یه برنامه هستش بچه، اگه خواستین که ایشالله سفر اروپا داشتین، Camp for Night یه اپه. این Camp for Night رو توی گوشیاتون دانلود کنید، شما میتونید از جاهایی که مجانی استفاده کنید، ولی توی اون برنامه یعنی اون اپلیکیشن که میرید، اونجا بهتون میگه کجاها مجانیه، کجاها پولیه، کجا میتونید آب ماشینتون رو خالی کنید. بچه اینا رو بدید. تو اروپا هر جایی نمیتونید مخزن آب کثیفتون رو خالی کنید، نمیتونید توالتتون رو خالی کنید. اگر اینا رو پلیس ببینه جریمه های خیلی سنگینی داره. همه اینا جاهای خاص داره و شما این برنامه Camp for Night رو که نصب بکنید، به نزدیکترین جایی که هستین شما رو راهنمایی میکنه. یه نکته خیلی مهمی که بگم بهتون، ما اگه میخواستیم همش پول کم سایت بدیم، یه سفر خیلی پرهزینه داشتیم، چون حداقل کم سایت ها از 15 یورو شروع میشه و تا 40 یورو 45 یورو بستگی به اون کیفیتی که داره و اون امکاناتی که به شما میده. مثلا اونه که گرونتره حتی ماشین لباسشویی داره، خیلی امکانات بهتری داره. سوال نیلوفر بود پرسیده هزینه کم سایت، یه ذره از امکاناتش بگید چیا مثلا داره. مثلا اونی که ما توی هلند مثلا یه جا رفتیم، یه فضای بازی بود، اونو ما 15 یورو هم دادیم. خب ولی خیلی امکانات وای نداشت، اما حموم داشت، از حمومش تونستیم استفاده کنیم، برق داشت و تو ماشین خودمون خوابیدیم، ولی اتاق و اینا نداشتش. اما هستش شهرهای بزرگتر، وقتی هرچی نزدیکتر به شهر بزرگ میشی قیمت کم سایت ها میره بالا. ولی این برنامه Camp for Night رو اگه نصب کنید، بهتون جاهایی رو که اجازه دارید برید اونجاها کمپ بکنید و مجانی هم هست، فیریا رو بهتون نشون میده. و ما خیلی از این برنامه Camp for Night استفاده کردیم، برای همین توی یه سفر دو ماهه توی کل اروپا ما فقط دو شب پول کمپ سایت دادیم. یعنی همین یه بار این هلند رفتیم، یه بارم توی فکر میکنم فرانسه بود که رفتیم، که اونجا هم 20-25 یورو دادیم و خیلی خوب بود، ماشین لباسشویی اینا هم داشتش. و برای لباس شستن
حالا شاید این خیلی سوال خیلی کسا باشه که اگه بخوان پول کم سایت ندن حالا لباساشون رو چیکار کنن، مثلا کجا بشورن. تمام اروپا جاهایی هست، بازم توی این برنامه کم فور نایت میتونید اینا رو پیدا کنید. ماشین لباسشویی داره، مثل مغازه میمونه، شما سکه ژتون میگیرین، سکه میندازین، همونجا یک ساعت معطل میشید، لباساتون رو میشوره و بهتون تحویل میده. ما تو کل سفر چون یکم زیاد لباس برده بودیم، دو دفعه این کار کردیم، دو بار لباس شستیم و هزینش هم از 3 یورو تا 5 یورو برای هر دفعه هستش که میخواین شما بشورین، وقت از خوشکن استفاده کنید. یه نکته گفتید که حالا فرض کنید من کم سایت کمتر برم که بتونم پولمو سیف کنم برای سفر استفاده بکنم، اوکی من باید مراقب باشم که مخازنم رو هر جای تخلیه نکنم، جریمه میشم. آب در واقع کمپر رو بخوام تامین بکنم، هر جایی میتونم برم آب بگیرم؟ اونم تو برنامه کمپ فور نایت هست و ما ازش استفاده میکردیم. به شما میگه شیرای آب مجانی کجاست، یهو شما میبینی مثلا یه مسافتی میری که اصلا باورت نمیشه، مثلا یه جاده خاکیه، اصلا میگی اینجا کجاست، چون ولی مپ داره شما رو میبره اونجا، راهنمایی میکنه. یهو میری میبینی یه شیر آب گذاشتن اونجا و شما میتونید به صورت فری مخزن ماشینتون رو پر بکنید. همه چی تو این برنامه هستش و نزدیکترینا رو به شما راهنمایی میکنه. این قواعدی که لادن خانم داره میگه، من هی کیف میکنم که چه جایی دارم زندگی میکنم و چه مردمی دارم که سفر میکنم باشون ارتباط میگیرم. شما ایران هر جا برید میگه شیر آبتو میشه بدی؟ بله، برق بهت میدن، آب میدن، اصلا ناراحت میشه تا تو کمپرت خوابیدی. آره، آره. یه در میزنه پاش به خونه. بله، اینا مزایای ایرانه دیگه. توکتم اسخری گفته اگه بخوایم کمپر رو توی اروپا بگیریم کدوم کشور بهتره، حالا اجاره کنیم یا بخریم، فرق میکنه هزینه هاشون؟ خب فرق میکنه. مثلا اول که ترکیه، که البته جز اروپا نمیشه ترکیه، ولی خب ترکیه هزینهش به تومن ما که تبدیل میکنیم خیلی کمتره. بعد آلمان توی کشورهای اروپایی، کلا اینو بدونید، آلمان از هر نوع هزینه‌ای که شما فکرشو میکنید، یعنی حتی خورد و خوراک، حتی وسایل سوپری، از تمام کشورهای اروپایی ارزون تره. اینجا رادیو کمپره. چقدر هزینه باید در نظر گرفت برای سفر دو ماهه به جز هزینه ماشین؟ خیلی سوال خوبی کردید. ببینید، مثل این میمونه که شما بگید که هزینه زندگی چقدره. خب من یه جور زندگی میکنم، شما یه جور زندگی میکنی، ما تو سفرمون هیچ خصیصی نکردیم ولی خیلی مدیریت کردیم. یکیش همین پول کم سایته که تا اونجا که تونستیم سعی کردیم سیو کنیم، پول کم سایت ندیم، یعنی دو شب فقط ما دادیم. یکی دیگه این که شما خب میتونید هر روز برید رستوران غذا بخورید، این میل شخصی شماست، من نمیتونم بگم هزینه های اونجا چقدره. ولی ما یه چیز متعادلی که این سفر دو ماه همون توی کل اروپا رو فقط میگم، ترکیه رو بذارید کنار، چون ما بعد از دو ماه هم وارد ترکیه شدیم. خب فقط توی اروپا، من اینو توی صفحه خودم هم گفتم، ما 4000 تا 4500 یورو کل هزینه شد با سوخت. ولی خیلی این فرق میکنه برای شما. اول از همه این که نسبت به اون زمانی که ما رفتیم سوخت تو اروپا گرون شده الان. دوم این که ما ماشینمون خیلی کم مصرفه، یعنی ما یه چیزی حدود 1000-1500 یورو پول سوخت دادیم، ولی شما شاید حتی تا 3000 یورو مجبور باشید فقط پول سوخت بدین این سفری که ما کردیم. و یه چیز دیگه که خیلی هم مهمتره، حالا غیر از این هزینه هایی که ما کنار گذاشتیم، پول کم سایت و اینا، اتوبانا. بچه اینو خیلی مواظب باشید، اتوبان ها مخصوصا تو کشور ایتالیا و فرانسه و یونان خیلی هزینه های اتوبان بالاست. ما اگر میخواستیم همه مسیر رو از اتوبان بریم که خیلی سریع بریم از این شهر به اون شهر برسیم، بالای 1000-1500 یورو فقط پول عوارضمون توی اتوبان ها میشد. ما ترجیح دادیم که از جاده های فرعی بریم. حالا دو تا علت داشت، یکی این که میخواستیم از زیبایی های جاده فرعی استفاده کنیم، ما هیچ عجله‌ای برای رسیدن به مقصد نداشتیم، فقط میخواستیم از مسیرمون کمال لذت رو ببریم. دو تا اتفاق خوب برامون افتاد، هم پول ندادیم برای تو یونان، یک کمی پول دادیم که هر 15 کیلومتر از ما 7 یورو 8 یورو میگرفتن، هر 15 کیلومتر عوارضی وایساده بود، اونم به یه سری دلایلی بود که می‌خواستیم زودتر وارد خاک ترکیه بشیم که تو یونان این کارو انجام دادیم. ولی تو خود اروپا ما تا اونجا که تونستیم از اتوبان استفاده نکردیم، سیو کردیم این هزینه رو. به خاطر همینه که ما هزینه‌مون انقدر پایین بود. ولی اگه کسی از اتوبان بره و هزینه سوخت ماشینش بیشتر باشه، شاید تا دو برابر این هزینه که ما کردیم باید هزینه کنه.
یه نکته کوتاه بگید که اگر مثلا ما بخوایم اروپا رو بگردیم چقدر زمان لازم داریم؟ خیلی خیلی زیاد. ما تو 2 ماه اینقدر عجله‌ای همش از این شهر به اون شهر رفتیم، کشورهای خیلی زیادی نتونستیم بریم. خب احسان آمارلو گفته که دستفروشی میشه کرد، چون بعضیا میدونید که کارشون تو سفره، حالا دستفروشه، در واقع احسان اینو پرسیده، اونجا میشه به نظرتون؟ آخه دستفروشی یعنی چه چیزی؟ مثلا چه میدونم یه سری لوازم تزئینی من درست میکنم، چوبی درست میکنم، کنار کمپرم مثلا میام بسات میکنم که یه کسی بیاد بخره. همه اینا شانسه. اگه پلیس شما رو ببینه نه اجازه ندارید، باید از مجوز بگیرید، ولی خب میتونم پلیس نبینه و حالا شما هم بفروشید، اینا هم جز اون چیزای شانسیه. سعید فتا گفته اگر مسائل پزشکی پیش بیاد چیکار میشه کرد؟ ببینید من این تجربه شخصی خودم بگم، ماها چون بیمه سوئد هستیم تا 1 ماه داخل اروپا پوشش، 1 ماه و نیم ببخشید، داخل اروپا اروپا پوشش میده بیمه ما. یعنی ما خارج اروپا 1 ماه و نیم خارج اروپا و کلن تو اروپا هم که اصلا پوشش میده، هر جایی که هستیم هر اتفاقی برامون بیفته ما بیمه داریم، ولی برای کسی که از ایران میان من اطلاعی ندارم، نمیدونم. امیدواریم که هیچ وقت در سفر اتفاقی براتون نیفته، ولی ساده ترینش اینه که کسی که با کمپر سفر میکنه حداقل باید 1 دوره کمک های اولیه رو بگذرونه، وقت بذارید برای این، یه سری از لوازم هم باید همراهتون باشه و امیدوارم که هیچ وقت تو سفر گرفتار نشید. وحید رضایی پرسیده که اگر ماشین خراب بشه تعمیر ماشین رو هزینه‌ش رو بیمه میده؟ بستگی به بیمه‌ای که دارید کرده، ولی اکثرا نه نمیده. اکثرا اینجوریه، حتی ما هم که الان بیمه SOS داریم هزینه تعمیرش رو نمیده، ولی خب یه اتفاقی مثل باتری اگه مشکلی براش پیش بیاد و اینا شاید اونا رو شامل بیمه بشه، ولی تعمیر نه. خب محسن صالحی گفته اول از هر چیز باید به زبان انگلیسی مسلط باشی، در غیر این صورت خیلی اذیت میشی. واقعا اینطوریه؟ خب زبان که خیلی مهمه، شما تو هر کشوری که میرید اگه زبان ندونید از کمترین امکاناتشون هم شاید به سختی استفاده کنید. خب انگلیسی، حالا مسعود خب خیلی بهتر صحبت میکنه، آره ما خیلی کارمون رو انداختیم، آدم خیلی اتفاقا میفته که مجبور ارتباط برقرار کنه با آدما، ولی خب دیگه وقتی مجبورم بشید حالا ترنسلیت و اینا میتونید استفاده کنید، ولی سخته. و خب در واقع بهترین فرصت برای زبان آموزی، نمیدونم واقعا اینطوریه برای من، تو موقعیته، یعنی اگر اینجا تمرین هایی رو انجام داده باشید، ابتدایی مقدمات و بلد باشید، تو سفر در واقع خیلی خوب گسترش پیدا میکنه. بهترین راهی هم که لادن خانم من برای زبان تجربه کردم فیلم دیدنه. من با کوچولوم حتی کارتون میبینم. خواستم همین کارتون رو بگم بهتون. آره کارتون های انگلیسی. ولی بچه ها مثلا یه جا مثل فرانسه حتی انگلیسی هم زیاد به درد ما نخورد. مردم فرانسه نمیدونم عرق دارن یا اینکه حتی بعید میدونم بلد نباشن، انگلیسی خیلی کم میتونستی باشون ارتباط برقرار کنی، ولی خب دیگه بالاخره کارمون رو مینداختیم. کدوم کشور مقرراتی تر آخش و کدوم کشور راحت تر؟ واقعا اینجوریه تو اروپا؟ نمیشه اینو گفت، ولی یه چیزی به صورت کلی خیلی مثل مان. آره خیلی بچه مردمایی داره، ما اصلا قبلش ما رو انقدر ترسونده بودن از ایتالیا اینجوریان، ولی انقدر مردم مهربون، مثل ما ایرانی ها خیلی غریبه پسند و خارجی پسندم هستن. ما خیلی والا شانس اینا همش آخه یه سری شانسی هم هست، ما با آدمای خیلی خوبی برخورد کردیم، ولی خب فرق میکنه دیگه کشور با کشور. ولی اتریش و سوئیس بهتون بگم یکی مقرراتشون سخت‌تر. یعنی اگر یک قانونی در واقع برای اتحادیه اروپا تصویب شده که حالا اتحادیه اروپا بخش اقتصادی ماجرا بیشتر مد نظر است، ولی مثلا اگر کشورهای قاره اروپا اگر یه قانون رو تصویب کردن همه ملزم به اجرا هستن، یا نه ایتالیا یه ذره حالا راحت‌تره فلان ایتالیا میتونید یه ذره قصر در برید. آها. ولی خب اینا همه شانسه، نمیتونید رو شانس شما زندگیتونو بذاری. حاج قاسم پارتنر گفته خدا وکیلی چرا دل ما رو آب میکنی؟ ما که پول نداریم کمپر بخریم، پول نداریم اروپا بریم، اصلا پول نداریم، چرا باید بهش فکر کنیم؟ چرا ما رو هوایی میکنیم؟ تا همینجوری توی خماری هستیم نهایت بتونیم عکساشو ببینیم، وقت شما میگیم بهش فکر کن، فکر کنیم داغون میشیم. یه سوالم من دارم، اگر با کمپر بخوام بیام ایران، این مالی کسی دیگه است احتمالاً، چجوری بیام و برگردم؟ اون خماری که تو داری میگی عشق من عزیزم، باور کن اگر بخوای باید شروع بکنی. سفر اول میتونی پیاده شروع کنی،
بعد میتونی با دوچرخه بری، بعد میتونی بکپکر حرفه‌ای شده باشی و بعد میرسی به کمپر. من سفرمو با پراید شروع کردم با خانواده، ایشون سفرشو با سواری شروع کرده توی ترکیه و بعد رسیده به کمپر. تنهایی سفر کنیم بهتره یا گروهی، یعنی چند تا ماشین با هم باشین؟ خب اینا همش به اون شخصیت شما بستگی داره. من و مسعود با هم دیگه عشق دنیا رو میکنیم و اصلا نیازی به کسی نداریم، ولی خب در کنارش دوستامونم دیدیم، خیلی هم خوشحال شدیم، شاید یکی دو روزم با اونا بودیم، ولی برای یه سفر طولانی به نظر من خودتون تنهایی برید خیلی بهتره، چون یکم سلیقه ها خب متفاوته، جمع و جور کردن و پارک کردن و به یه سری مشکلات آدم میخوره تو اروپا. ایران نه، ایران و ترکیه خیلی راحته، شما هر جا دلتون بخواد میرید پارک میکنید، آدما مدلشون اصلا فرق میکنه، ولی خب تجربه اینا شخصیه دیگه، نمیشه بله. گفت اصلا اینا اون دوستی که پرسیده بود من با کمپر میخوام بیام ایران چیکار بکنم، این اصلا موضوع برنامه دیگه است به نظر من. ما داریم درباره اروپا، یعنی فرض رو بر این میذاریم که شما ویزا گرفتید برای یک کشور مقصد و از ایران خارج شدید، حالا اونجا چه قواعد و قوانینی داره که در طی این نزدیک به یک ساعت اون چیزی که پرسیده بودید و لادن خوشنویسان گردآوری کرده بود مهماش رو جواب دادیم. توشیکاترین گفته که من 4 سگ دارم و ترکیه کمپر دارم، میخوام برم اروپا، قانون جابجا کردن سگ اونجا چجوریه؟ من چون خودم سگمونو فرستادیم آلمان، در حد همین میدونم. شما باید چیپست براش بگیرید، خیلی کارهای معمولی که شما از ایران هم میخواییم بیاییم باید این کارا رو انجام بدیم برای سگتون، آزمایش خون، واکسناشو بزنید و میرید اونجا، یه اداره همین مال حیوانات هستش، تاییدیهش رو میگیرین و فقط چیپست داشته باشه دیگه، این در واقع شناسنامه داره، کافیه. شما اصلا برای چی سفر میکنید؟ با سفر ما حالمون خیلی بهتره، حال دلمون خوبه و توی این زندگی دیگه چی میخوایم داشته باشیم جز این که بریم فقط دنیا رو ببینیم و تو طبیعت باشیم تا اونجایی که بشه از این بقیه عمرمون استفاده کافی رو بکنیم. بعد یه نکته، سفری که شما توی اروپا تجربه دارید میکنید و در واقع با کمپر رفتید، مهمترین تفاوتش با سفر توی ایران چیه؟ من تو ایران با کمپر نیومدم و نمیتونم در مورد ایران هیچ اظهار نظری بکنم، ولی خب من فکر نمیکنم، حالا قصدشو نداریم که ما با ماشین ایران بیاییم، ولی شاید یه روزی هم اومدیم. چرا با کمپرتون نمیایید ایران؟ به خاطر یه سری قانونای دست و پاگیر، به خاطر مثلا چه قوانینی بهتون گفتن؟ خب یکی این که اول این که ما وقتی بخوایم بیایم ایران باید به اندازه پول ماشینمون یه چیز حدود 70,000 یورو پول کش به خاطر قانون ایران ما باید بلوکه کنیم. اول از همین که ما این پول رو نداریم، قابل توجه اونه که میگن شما پول دارید، ما این پول 70,000 یورو رو نداریم. دوم این که خب این ورود و خروج از مرز ایران یه ذره ایران سخت میگیره. من دوستام تجربه داشتن و من گفتن که مثلا تو ماشین که خوابیده بودن پلیس اومده گفته شما چه نسبتی با هم دارین، شناسنامه نشون بدید، نمیدونم یه سری جاهل. جاده های ایران هستش که خیلی استاندارد نیستن، ماشین ما چون یکم نوعه خب میگیم خیلی ماشین زودتر فرسوده و خراب میشه. اینجا رادیو کمپره. رؤیای سفر با کمپر اینجوری نیست که دست نیافتنی باشه، منتها قبلش لازمه که شما یه سری اطلاعات داشته باشی. ما این اطلاعات رو توی بخشی به نام همه چیز درباره کمپر برات گذاشتیم، یه سر بزن و با دقت تماشا کن. یه وقت دیدی با دیدن اون بخش اصلا مناسب این سبک زندگی نیستی. اینجا رادیو کمپره.